با شیوع کرونا صنعت گردشگری در جهان با رشد منفی 50.4% مواجه شد و 4900 میلیارد دلار از ارزش این صنعت کاسته شد، اما سال گذشته و با کاهش کرونا 1000 میلیارد دلار از طریق گردشگری عاید اقتصاد جهان شده است. جدیدترین گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری WTTC از رشد 21.7% صنعت گردشگری جهان در سال گذشته میلادی خبر داد که در این میان صنعت گردشگری ایران نیز در سال 2021 40% رشد داشته است و اعلام کرد گردشگران خارجی 2.5 میلیارد دلار در ایران طی این سال هزینه کردند. آمار و ارقام منتشر شده در گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری WTTC نشان می‌دهد کمرنگ شدن کرونا در ایران رشد چشمگیر صنعت گردشگری را در سال 2021 در این کشور به دنبال داشته است. 34% گردشگران خارجی ورودی به ایران در این سال عراقی بودند و گردشگران ترکیه‌ای پس از عراق در رتبه دوم گردشگران خارجی ورودی به ایران قرار داشتند. آمارها در گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری نشان می‌دهد گردشگران خارجی 2.5 میلیارد دلار در ایران طی سال 2021 هزینه کردند که این رقم نسبت به سال قبل از آن 31.3% رشد داشت. گردشگران پاکستانی با 10%، جمهوری آذربایجان با 9% و کویت با 2% به ترتیب در رتبه های سوم تا پنجم از این نظر قرار داشتند. سایر کشورها سهم 29% از کل گردشگران ورودی به ایران در سال 2021 داشتند. طبق این گزارش از کل سفرهای گردشگری در ایران 99% با هدف تفریح انجام می شود و 1% سفرها نیز تجاری است. سهم گردشگری از کل اقتصاد ایران 4.1% افزایش یافته است. با رونق گردشگری میزان اشتغال زایی این صنعت در ایران نیز با رشد 700 هزار نفری معادل 7.6% به 1.9 میلیون نفر افزایش یافته است. علی اکبری، اخبار شیعه. در همین راستا گفتگوی داریم با حسین زالی، فعال حوزه گردشگری از تهران. سلام آقای زالی. سلام، وقت شما بخیر. تشکر میکنم. آقای زالی، با توجه به رشد 40% صنعت گردشگری ایران در سال گذشته، چه اطلاعاتی از روند این صنعت در 3 ماه ابتدایی سال جاری دارین؟ خب، خیلی ممنون از شما. به لطف خدا با فروکش کردن کرونا توی هم کشور ما ایران هم خیلی از کشورهای دیگه، روند سفرهای ما رو بین المللی باز به حالت قبل از کرونا داره نزدیک میشه. البته این رشدی که بالاخره وجود داشته، نزدیک 40% رشد گردشگری داشتیم هم توی ایران هم تو خیلی از کشورهای دیگه، به نظر من خیلی نمیشه اسمش رو رشد گذاشت، از این جهت که همون مقداری که توی بالاخره دوران کرونا سفرها به خاطر محدودیت‌ها لغو شده بودن، با برداشت شدن محدودیت‌ها دوباره سفرها داره صورت می‌گیره. ولی توی 3 ماه اخیر بعد از تقریبا 2 سال ما به عنوان یک شرکتی که گردشگران خارجی رو میاریم ایران، بعد از تقریبا 2 سال مذاکره با خیلی از شرکت‌های خارجی بالاخره تونستیم اولین گروه‌های مسافرهای خارجی رو توی این 3 ماه تقریبا از مارچ 2022 به این طرف داشته باشیم. ارزیابی شما از فرایند سرویس دهی به گردشگران خارجی در ایران در مقایسه با معیارهای بین‌المللی چیه؟ خب ببینید، کیفیت خدماتی که توی ایران وجود داره تا حد خوبی قابل قبول هست و میتونه نیازهای گردشگران خارجی رو حتی گردشگران اروپایی رو برآورده بکنه. البته نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که به خاطر مخصوصا تحریمایی که وجود داره، خیلی از زیرساخت‌های ایران مثل هواپیماها، مثل برخی از هتل‌ها قدیمی شده. مخصوصا هواپیماها متأسفانه به خاطر اینکه خدمت در واقع سن هواپیما بالا هست، یه مقدار سرویسشون خوب نیست. ولی در کل اگر بخوایم در کل به این موارد نگاه بکنیم، کیفیت خدمات گردشگری که تو ایران ارائه میشه
حتی برای گردشگران اروپایی که سطح استاندارد بالایی رو در واقع توقع دارن رضایت بخش هستش. جناب زالی، مهمترین چالش ها و فرصت ها در صنعت گردشگری ایران چه مواردی را میدونین که برای صنعت گردشگری؟ من حتما خدمتتون عرض میکنم. فقط در تکمیل صحبت قبلی و سوال قبلی شما، من اتفاقا همین امروز با یک مهمانی که از کشور کرواسی در رسته هیئت تجاری اومده بود ایران صحبت میکردم. ایشون میگفتش که اگر این تحریم هایی که تو کشور شما وجود داره توی مثلا کشور ما بود، الان وضعیت اقتصادی ما خیلی بدتر بود. و من این حرف رو البته از افراد دیگه هم شنیدم، یعنی هرچند که این تحریم ها تاثیر خیلی زیادی داره، ولی به لطف خدا شرایطی که الان برای گردشگری ایران وجود داره شرایط نمیخوام بگم مطلوبه، ولی شرایطی هست که میتونه حداقل گردشگران خارجی رو پذیرا باشه. در مورد چالش هایی که فرمودی، من فکر می‌کنم مهمترین چالشی که گردشگری ایران در حال حاضر باهاش مواجه است، عدم شناخت ایران. یعنی خیلی از تقریبا میتونم بگم قریب به اتفاق گردشگرانی که به ایران میان، نظرشون نسبت به ایران عوض میشه. خیلی چیزایی که بالاخره توی اخبار میشنون یا ذهنیتی که براشون ایجاد میشه متوجه میشن که درست نیست. البته ما به عنوان یک بخش خصوصی، به عنوان کسی که گردشگر خارج رو میاریم، نمیخوایم فقط بیاین یک زاویه از ایران رو بهشون نشون بدیم. در واقع اونا میان و خوبی و بدی ایران رو با هم میبینن. ولی در کل بعد از شناختی که در بعد از سفرشون به ایران، شناختی که پیدا میکنن به ایران خیلی متفاوته با اون چیزی که قبل از اون فکر میکردن. تشکر میکنم آقای زالی از ارتباط. تشکر میکنم.